ساب گایز، چطورید بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به ویدیو امروزمون که یه خورده من انرژیم پایینه چون کامای من دوباره مریضه. میدونم شاید چیز جدیدی اونقدر نباشه برای شما چون خیلی پیش اومده، مخصوصا کسایی که از خیلی وقت پیش من فالو دارن زیاد شنیدن که من این جمله رو بگم که بازکام با حالش بده، بازکام با بیمارستان سریه. ولی خب برای من هر بار از بار قبل دردناکتر، یعنی اصلا عادی نمیشه واسم این درد. مشکل اصلی کاموا برای اونایی که نمیدونن در واقع یک بیماری بد تولدیه، مادرزادیه. از اول که به دنیا اومده این بیماری داشته، بیماری قلبی داره، بیماری قلبی خیلی شدید. این بچه کوچیک‌تر که بود خب جثه‌اش کوچیک‌تر بود، بعد مثلا قلب و ریه‌اش خیلی تو حلقه هم بود، قلب ضعیف بود، برای اینکه بتونه خونه کافی پمپاش کنه مجبور بود تونتر بزنه و وقتی تونتر می‌زد هی می‌خورد به ریه‌اش، ریه‌اش آب می‌آورد، نمی‌تونست نفس بکشه، خفه می‌شد، می‌بردیم بیمارستان. و خب الان که بزرگتر شده دیگه، مثلا کامو 10 شهریور 2 سالش میشه دیگه، مثلا جثه‌اش خب درشت‌تر شده، اندام‌های داخلیش در جاشون بازتره دیگه، قلب و ریه تو تنگنا نیستن، ریش آب نمیاره، ولی خب قلبی ضعیفیه دیگه، میدونی داروهای قلبی که خیلی ساید افکت زیاد داره مجبوره بخوره. اون روز اکو بودیم، دکترش گفتش که خیلی پیش اومده که موارد مشابه گربه فلج شدن به خاطر این بیماری و اصلا برونشیت حاد ریم که خب داره و کلا خیلی بهش وابستم، اصلا نمیخوام راجبش چیز بعدی بگم، یعنی واقعا کوچیکترین اتفاقی برای کامپا بیفته عمر من تموم میشه همونجا. عین دخترای 14 ساله که شکست عشقی خوردن میمونم الان، مثلا من موهامو کوتاه کنم، پسرانه بزنم و رنگ کنم، رنگ مو سفارش دادم مهرانم نمیدونه، میخوام مامو رنگ کنم، نمیدونم چرا دل خوابیدن کام با خداسا، یعنی بگم چه اینجوری خوابیدونم دمه سرویس بهداشتی بلوی برای بگردم. خیلی خلاقزاده گونه همین الان بستم رسید بچه ها، من رنگمو مارکش و مارال گرفتم چون از شامپوش قبلا استفاده میکردم خیلی خوب بود، اکسیدانم 6% گرفتم، این بینگولیارم نداشتم قبلا اگه رنگ کردم برای این بودش که از چیز مامانم استفاده میکردم و سر مامانم خودم نشون دیگه برای خودم هم گرفتم. بریم ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم. خب من موهام تمیزه تازه شستم و از اونجایی که هیچ تخصصی توی رنگمون ندارم کلی سرچ کردم، ویدیوهای انگلیسی زبان نگاه کردم، How to dye my hair at home red wine. این عبارتی بود که من سرچ کردم، کلی ویدیو نگاه کردم، به فارسی هم سرچ کردم که ترکیب رنگا و اینا رو مثلا بدونم. دیگه فهمیدین دیگه، می‌خوام موهامو شرابی کنم، بزرگترین ریسک زندگیمه. من اصلا تا به حال حتی سمت این توناژم نرفتم، یعنی شرابی که هیچ، یعنی حتی اون موقعی که موهام فانتزی هم بود مثلا قرمز فانتزی هم نذاشتم، بنفش گذاشتم، آبی، صورتی، سبز، نارنجی هم ولی اینو هیچ وقت نذاشته بودم. کلا هیچ وقت دوست نداشتم شرابی کنم موهامو چون که همیشه مثلا چیزی که تصور که داشتم از رنگ شرابی، خانمای مثلا من بچه بودم میدیدم، حساب کن بچگی من دهه 80 دیگه، مثلا دافای اون موقع خانمایی بودن که مثلا موهاشون شرابی بود، بعد ابروهاشون رو تیغ می‌زدن، به جاش مثلا تتوی خیلی نازک می‌کردن، مثلا کلا تایپی بود که دوست نداشتم هیچ وقت و هیچ وقت هم سمتش نرفتم، ولی الان قراره سمتش برم. خب بچه‌ها یه دونه شرابی متوسط گرفتم، شماره 4.69. شرابی کلا خیلی طیف زیادی داره، مثلا شرابی بنفش، شرابی ارغوانی، شرابی بادمجونی، اینا رو من هیچ کدومو نمیخواستم. من دوست داشتم شرابیم ذره به بنفش نزنه و به قرمز بزنه، برای همین یه دونه هم رنگ قرمز یاقوتی رو گرفتم. این رنگ بچه‌ها 6.66 که اون آقایی که داشتم ویدیوشو میدیدم انگلیسی بود میگفتش که رنگ 6.66 قرمز به حدی قرمزه که حتی به جای واریاسیون قرمز میشه ازش استفاده کرد، ولی خب مثلا دیگه بینگون دیگه ما گرفتیم. حالا اول روی یه تیکه هم مهم تست میکنم اینم چی میشه، بعد رو همه موهام میزنم. این شدم چون که نور بهتره. خب من نه تنها لباسم عوض کردم بلکه اپل واچم هم در میارم و که حتی گردنبند مرواریدم هم در آوردم چون خب با قرمز در این رنگ ممکن طرفیم دیگه، مثلا ممکنه که هر چیزی رو رنگی کنه. اول یه کوچولو درست میکنم روی این قسمت موم میزنم ببینم که چی میشه. خیلی دوستم قبل از اینکه مهران بیاد تموم شده باشه ولی نمیدونم بتونم. این کدومه؟ آها این همون خیلی قرمز وحشی از 6.66. خب بچه ها این همون شرابی متوسطه که تیره هم هست دیگه، مثلا پایش 4 خورده‌ایه. میزم یه کوچولو، کمی هم از همین قرمز وحشیه میریزم، سعی میکنم مثلا دیگه تقریبا هم اندازه بریزم. اکسیدان 6% هم میریزم، اون باکسی میکنم براتون.
خوب هم می‌بنیم اینا رو. آقای گفت باید یه دسته یه دستش اصلا نباید دون دون بمونه توش. یه دستر از این نمیشه دیگه. حالا اینو می‌زنیم. به رنگم حساسیت دارم، دستکش دستم نکردم. سری میرم میشورم، فقط میخوام اینم چه رنگی میشه این. من برم چه لقه دیگه بیام بشینید تخمه بخورید. آقای قاضی ببینید خیلی عالی دارم. اسم گرفتی اینجوری بخوابی درسته؟ مثلا پای چقدر با ما یک؟ بشینید آقای قاضی ببینید تخمه بخورید خیلی حال میدم. بچه ها من اینو یه خورده زودتر شستم، حالا نمیدونم رنگش چقدر معلوم باشه ولی بنفشش زیادتره. من اون شرابیه که بنفش داره رو کمتر میریزم توی رنگ اصلیم، بیشتر اون قرمز رو میریزم که به قرمز شبیه تر بشه دیگه. خب من کار رنگ کاریم تموم شد، منتها نمیدونم حس کنم هنوز بنفشه، با اینکه مثلا این کفش آلبالویه خود رنگ، ولی حس میکنم بنفشه. حالا میشورم، اگر که حس کنم بنفشه خود اون قرمز رو یه ذره حالت ماسک موش میکنم میذارم. وایس به نظرتون بچه‌ها جوگیر شدم الان؟ به نظرتون ابرامو بذارم یا نذارم؟ همچین که دارم میگم بهتون دارم میذارم. حالا اینو باید زود بشورم، اینجوری نیستش که مهران منو میکشه. هیچ ایده‌ای ندارم که بهم میاد یا نه. میتونم بگم اون چیزی که میخوامم اونجوری که باید و شاید در نیومد. من دوست داشتم که خیلی آلبالویی تر باشه، شاید مثلا اون قرمز رو یه بار دیگه بذارم، ولی الان دیگه حال شستشو نداشتم. زمین این که مهرانم دیگه ممکن بود برسه. حالا بدون میکاپشو ببینید، من برام یه میکاپی هم بکنم. و خب خوبیه این رنگا بنفشم کرده بودم اینجوری بود، اینه که همیشه صورتت روح داره دیگه، اینجوری نیستش که اگه میکاپ نداشته باشی خیلی رنگ پریده و اینا به نظر بیای. ولی ماهگونی طور شد، میدونی چی بهت میگم دیگه، ظاهر و باطن دیگه. راستی ابرام هم گذاشتم نگرفت. اوف چه خط جاشی کشیدم، راضی ام خودم. خب اینم با میکاپش به نظرم که به حالات میگم نه، راستش نه، این اونی نیست که من میخواستم. میخواستم البته ببین خیلی فرق بین تو دوربین با تو آینه. مثلا تو آینه میبینم خب مثلا اوکیه، بعد تو دوربین میبینم نه اوکی نیست. الان مثلا تو این زاویه هم به قهوه‌ای میزنه، هم به توناژ بنفش میزنه، هم به آلبالویی نمیزنه. میدونی مثلا اون که آلبالویی که میخواستم نیست. حالا الان چون دیگه حالا حوصله ندارم مهرانم میاد فعلا ولش میکنم، ولی اون قرمز یاقوتی رو یه بار دیگه میذارم، به حالت شاید رنگ ساز بذارم اصلا، ولی میذارم. بچه مهران اومد. مهران تویی؟ اینجوری که دی چه هم بکنی که بشنگه از تو میگم ازت خبری نیست. درگیره این بودم. بشنگ شد خیلی، راست بگو به خدا این بهتره یا قبلی؟ هر کنوش در زمان خودش قشنگ. نه مثلا اینو میتونم الان پاکش کنم، به نظر پاک کنم یا بمونم؟ بچه چه دی راست میگی؟ خب پس خوبه، تایید شد. چرا نور بعد شد؟ من الان رفتم حموم و نشستم موامو، فقط ماسکمو گذاشتم و ام ابسست. به نظرم خیلی اصلا گیلاس گیلاس بانو که میگن منم الان. خیلی خوب شد، خیلی بهتر شد. دیروز خیلی بنفشتر بود، امروز خیلی آلبالویی تره. قشنگ چری چری لیدیه. خب بچه ها حالا جدا از این که الان غذا درست کنم چون که الهه داره میاد، چند وقته که دارم کلروفیل میخورم، به نظرم چیز جالبیه میدونی، یعنی احساس میکنم که پوستم بهتر شده. ولی خب حالا از اونجایی که من روتین پوستی خیلی قوی هم دارم، اوکی مثلا بایدم پوستم خوب باشه، ولی این کلروفیل هم حالا چیز جالبیست. اینستام بعدا قراره بهتون معرفشم بکنم، حالا
فعلا بخوریم بود. به اینطوری توی 500 میل آب چند قطرش رو میریزی و میخوری دیگه. هیچ مزه‌ای ندارم. یه ذره مزه‌ای ندارم. یعنی نمیتونم به چیزی تشبیهش کنم، کلروفیله دیگه، مزه کلروفیل میده. فهم نمیتونم بگم. ما که از شمال میومدیم، یعنی ما که داشتیم میرفتیم شمال برای تولد من، اومدیم یه کیلو آلبالو خریدیم که تو راه بخوریم، بعد خیلی خوشمون اومد، آلبالوهاش خوشمزه بود. برگشتنی فکر میکنم 4-5 تا صندوق بزرگ آلبالو خریدیم که دادیم به مامانم و به مبینا و به مامان مهران. یه مقداریشو یه مقدار دیگهش موندش که یه تعدادشو گذاشتیم همینطوری بخوریم. برای هم فکر کنم جوگیر شدم، مامال بالی کردم. یه مقدارشو به دینسان خشک میکنم، یه مقدارش هم دارم مربا میکنم و کلی دیگهش هم مونده. نگفتم بهتون، اینه نگفتم. کلیش هم پیلیز کردم برای زمستون. آبالو خواستید بگید، زیر قیمت بازار میفروشم. به یعنی جوگیر به ما میگن، به من و مهران چی میگن؟ جوگیر. من برم کباب تابه درست کنم، الا دارم یاد این علاقه گوشت بوغلمونه، خیلی خوشمزه است. حالا نمیدونم الا دوست داشته باشه یا نه، مهم هم نیست زیاد برام. من در حین آشپزی باید یه چیزی پلی کنم و گوشیم یکی دارم مشکل میگیرم، از شما خدافظی میکنم، آشپزی میکنم شد میگم. اله هم اومد بعد اله هم ندیده چیزمو، موهامو اصلا بهش هم نگفتم، موهامو رنگش رو عوض کردم. ببینیم واکنشش چیه. سلام. خدایا چون خستم. آشقال موهامو نمیبینی؟ چرا؟ مثل دوست پسری که لاشیه داری رفتار میکنی. میتونم من غذا میبینم، غذا هم آوردم. نه خود کدوم میبینی بینی؟ تو خوش غذا بیاره. غذا درست کرده بودم. مام خوب شد؟ خدا کردی؟ آره خاک زر میزنی به خدا. ویدیوش هست، همه رو دروغ میگه از یو جان. خیلی ناز شده، برو بشه. من برم به این اسکل نهار بدم بچه ها، دو بعد از ظهر. ای چه تبامندی ها بهش گفتم که ماما رنگ کردم ولی نتو فرس بزنم چه سلام من جه گوش بخشم ابرو کمون خیلی اون دخترم هم با خوش کرده خالا مامانم از بکنش همه تون بهتر خیلی رشو باز کرده خالا نکرده فکر نمی‌کنم خیلی خوب کوتاه کرده باشم موهامو. اینم از تکنیک فوق‌العاده‌ام بود. ببخشید اگر که پرپر می‌کنه تصویر. تا وقتی نتیجه‌شو نبینم قرار نیست که بهتون نشون بدم. شاید از یوتیوب برم برای همیشه. دیگه هیچ وقت قرار نیست منو ببینید. خدافظ.